دوستان نازنین، ترانه ای بود که برای بزرگداشت کوروش و استوانه حقوق بشر سرود و خوانده شد. توجه جلب میکنم به گفتگو با جناب غلام عسکری، فعال حقوق بشر حقوق کارگری. درود بر شما جناب عسکری. درود بر شما خانم عرفانی گرامی، همکارانتون در رادیو پارس و همه هموطنانم در داخل و خارج از کشور در خدمت هستم. جناب عسکری، اعدام قریب الوقوع زنجانی و از ترس افشای واریز هزاران میلیارد به حساب مجتبی خامنه ای و برادرش، برادر محسنی اژه‌ای منظورمه، که اومده در خبرها، و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که این روزا برای انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی دخترش برای سفارت بریتانیا و مخفی ماندن پشت پرده غارت 2 میلیارد یورویی از اموال مردم توسط عده‌ای خاص خودش رو به هر دری میزنه، که البته این بار قصد داره در حالی که هنوز حقوق مردم داده نشده بابک زنجانی رو به چوبه دار بسپارد. نظر شما و تحلیل شما در این رابطه چیست؟ بفرمایید. با سپاس از وقتی که در اختیار من میگذارید خانم عرفانی گرامی. من لازم میدانم ابتدا امروز روز 7 آبان، زادروز پادشاه بزرگ و عدالت گستر و مبتکر حقوق و بشر جهانی کوروش کبیر و را به تمام دوستداران، رهروان و پیروانش شاد باش بگویم و از طرف دیگه محکوم کنم اعمال جنایتکارانه آتش به اختیاران ولی فقیر را که در چند روز اخیر و به طور هر ساله دست به اقدامات میزنند تا دوستداران این پادشاه بزرگ نتوانند حتی به اطراف آرامگاه او جمع شوند. از اقداماتی که اخیراً انجام دادند، بستن بزرگراه منتهی به شیراز بوده و از طرف دیگه با صرف میلیون‌ها تومان حصارکشی و فنسکشی و سیمخاردارکشی به اطراف آرامگاه بوده و با تهدیدات و ضرب و شتم مانع رسیدن مردم به اطراف آرامگاه شدند. ولی از اونجایی که فرزندان کوروش کبیر همچنان در دلشان احساس دارند که این رژیم ضد ایران ایرانی بوده و اون مرد بزرگ توانسته در 2500 سال پیش، امروز با گذاشتن چند سنگ بر بالای آرامگاهش وحشت بر دل این جنایتکاران ضد ایرانی بگذارد، همچنان به رفتن به آرامگاه کوروش سعی دارند و این آتش به اختیاران نتوانستن جلوی عاشقان کوروش بزرگ را بگیرند. من این روز را به همه جهانیان و اونهایی که در واقع از عدالت اون مرد بزرگ سود بردند و همچنان میبرند شاد باش بگویم. اما اجازه میخوام در گذشت مرد مبارز و مرد قلم و درد آشنا علی اشرف زندیات درویشیان را، علی اشرف درویشیان را به تمامی ملت ایران و دردمندان تسلیت بگویم و همچنین در گذشت استاد بزرگ و بهترین بازیکن فوتبال تیم ملی ایران و تیم محبوب پرسپولیس زندیات، استاد ابراهیم آشتیانی را به فرزندش اردلان عزیز و خانواده گرامیش و به جامعه ورزشی ایران و ملت ایران تسلیت بگویم. اما از اونجایی که در رژیم جهل جور و فساد جنایت آخوندی به صورت سریالی حوادث ناگوار در حال انجامه، لازم می دانم که حوادث چند روز اخیر در پالایشگاه تهران که منجر به کشته شدن 6 نفر و مجروح شدن تا این کنون که اعلام کردند 3 نفر، همدردی خودم رو با خانواده این عزیزان اعلام بدارم و از سوی دیگر اتفاقاتی که به صورت سریالی برای کولبران زحمتکش در کردستان توسط پاسداران جنایتکار ولی فقیه اتفاق می افتد
و تا کنون صدها تن از آنها کشته و مجروح شدند و در چند روز اخیر باز هم اینها مورد تهاجم قرار گرفتند و عده زیادی از آنها کشته و زخمی شده. اما از اونجایی که این رژیم هرگز به فکر مصلحت ایران ایرانی نبوده، در سیستان و بلوچستان خانه ها بر سر مردم خراب شده، عده زیادی مجروح و کشته شدند. اما اعلام میکنند که 200 مسجد در سیستان و بلوچستان ساخته شده، 200 مسجدی که شیعیان باید در اونجا نماز بکنند و سنی ها حق ورود اونجا را ندارند، و از طرف دیگه مردم در اونجا نه محیط زیست دارند، نه محیط آموزشی دارند، نه محیط درمانگاهی دارند، نه جاده دارند و نه از نظر امکانات کاری در اختیارشون چیزی هست. و اگر هم به قول اینها تخلفی کوچیک برای سیر کردن شکم خود و خانواده میکنن، این رو برخلاف اون چه که اونها میلیاردها دلار از سرمایه های مردم ایران رو غارت میکنن، این عزیزان رو در واقع دستگیر میکنن و به زندان به جرم های واهی به زندان میاندازن. اما از سوی دیگر محکوم میکنم دستگیری امروز همکار، دوست و در واقع مبارزی که 8 سال از عمر خود رو در دوران جوانی در دهه سیاه 60 در زندان گذراند و امروز با توجه به دستگیری های متعددی که از ایشان کردن، دو کلیه خودش رو از دست داده. محمود صالحی روبروی بیمارستانی در سقز ایستاده بود که خودش رو آماده کنه برای دیالیز، پاسداران اومدن ایشون رو دستگیر کردن و به زندان بردن. و چند روز قبل دوست و همکارم علی نجاتی که عمل آنژیو قلب کرده بود، ایشون رو به دادگاه احضار کردن و همچنان به صورت سریالی زنان و مردان ایران رو دارن در واقع به زندان میافکنن، به خاطر اینکه این رژیم به طور کلی احساس کرده با توجه به تمام ناروایی هایی که علیه ملک و ملت ایران و ملت های منطقه، بالاخص ملت های منطقه کرده، رو به سقوط است و به خاطر اینکه بقای خود رو حفظ کند به هر طریقی به سرکوب و جنایت خود ادامه میدهد. اما اینها کارساز نیست. و از سوی دیگر محکوم میکنم دستگیری خانم صدیقی وسمقی رو که ایشون استاد دانشگاه، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان و مدافع حقوق بشر میباشد. و از طرف دیگر اعدام دکتر ایرانی سوئدی آقای احمد رضا جلالی رو که این انسانهای نادرست از روز اولی که حاصل انقلاب ضد سلطنتی ملت ایران رو مصادره کردن، همچنان به گروگانگیری از ملل مختلف ادامه دادن و این هم یکی از همون گروگانگیری هایی است که در واقع انجام دادن تا بتونن امتیازی از کشور سوئد بگیرن، که کشور سوئد هم اتفاقا امروز این صدور این حکم ناعادلانه رو محکوم کرد. اما در رابطه با اون موردی که جناب عالی فرمودی، اجازه بده که من بگویم که در همین جریان بابک زنجانی، نه تنها مجتبی خامنه‌ای، نه تنها خود اژه‌ای، نه تنها برادر ایشون، بلکه تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، سپاه پاسداران و آتش به اختیاران از این فردی که تومه شده، یعنی قبلا من مقاله تومه کردن انسانهای اینچنین رو قبلا نوشته بودم، ایشون رو تومه کردن. و با توجه به اینکه رستم قاسمی، صحبتی از اون نیست، سایر افرادی که در اون زمان در جریان بودن، خود محمود احمدی نژاد که امروز نوشته من یک گونی، البته چندین گونی مدارک از زمانی که تخلفاتی که در شهرداری بوده اینها رو جمع‌آوری کردن، و تعداد زیادی از مدارکی که در خود قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بوده اینها به دست آوردن. و امروز وقتی که معاون ایشون آقای بقایی رو به دادگاه به ظاهر احضار میکنن، اینها با کمال پررویی میان و میگن که اگر شما بخواهید با افرادی که با من بودن برخورد بکنید، همه شما را به زیر خواهم کشید. یعنی چی؟ یعنی این رژیم سراسر فساد و جنایت و کشتار و تجاوز و ناروایی علیه ملک و ملت ایران و از سرمایه ملت ایران استفاده میکنن. و از سوی دیگر آقای برادر اژه‌ای که یکی از کسانی بوده که رابط بین خود اژه‌ای
و بابک زنجانی بوده به خاطر که اعدام نشود. اما از اونجایی که صادق لاریجانی با اون 63 حسابی که از وثیقه های مردم در بانک های مختلف گذاشته و سودش ماهیانه میلیاردها تومان سود ماهیانش میگیره و از سوی دیگر دختر ایشون که همچنان که فرمودید جاسوس کشور انگلیس بوده، به این خاطر برای منحرف کردن از خان عمومی و سکوت به سکوت کشاندن بابک زنجانی مثل معافرید خسروی مثل سایر کسانی که در این مسیر کشته شدن، این هم یکی از اونهایی است که باید سرش بالای دار بره تا نتوانسته باشن، چرا که چند روز اخیر بابک زنجانی در دادگاه به شدت با دادستان برخورد کرد و نشان داد که میخواهد مسائلی رو عنوان کند. به همین لحاظ اینها تصمیم گرفتن، حالا یا تهدید باشه یا تصمیم جدی باشه، تصمیم گرفتن که سر این هم بالای دار ببرند. اما این رژیم از طرف دیگه خانم عاصمه جهانگیر که دیروز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران بوده، جنایت‌های متعددی رو از گزارش‌های مختلف جنایت‌های متعدد این رژیم رو به جهانیان اعلام کرد و 63 بار تا کنون این رژیم به علت نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت محکوم شده. اما شما توجه بفرمایید که چگونه است که این رژیم با توجه به تمام جنایتی که در خارج و داخل کشور کرده، با تمام دخالت‌هایی در کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای جنوبی کرده، همچنان این سرمایه جامعه سرمایه‌داری و حکومت‌های قدرتمند بالاخص روسیه که سالهاست از رژیم جمهوری اسلامی برداشت‌های انبوه می‌کنه، به این خاطر از این رژیم حمایت می‌کنند و هیچ گونه اتفاقی هم برای این رژیم نمی‌افته و در زمانی که خیزش‌های مردمی همچنان علیه این رژیم ادامه داره، این رژیم رو با یک سخنرانی مثل سخنرانی ترامپ یا آمدن فلان مسئول فرانسوی یا فلان مسئول روسی یا فلان کس به رژیم جمهوری اسلامی بیش به این رژیم به چه میدن و از سرنگونی این رژیم توسط مردم جلوگیری میکنن. چرا؟ به خاطری که همچنان به وجود این رژیم در منطقه خاورمیانه برای سر چپاول سرمایه های مردم در منطقه خاورمیانه نیاز دارن. اما تأسف دیگر من از شرایطی است که در اقلیم کردستان عراق رقم خورد و آقای بارزانی با توجه به ناسنجیدگی که در جریان اون رفراندوم انجام داد توسط رژیم های فاشیستی ترکیه، جناب ایران و عراق. بله، با پوزش که صحبت های شما رو قطع کردم، متاسفانه ما وقت نداریم و من از توضیحاتی که دادید سپاسگزاری میکنم و از اینکه وقتون در اختیار رادیو پارس قرار دادید روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب اسعد. تا فرصت دیگر سپاسگزارم از شما.